در این برنامه از اوج آسمان بخارا میاییم به کف زمین، به این پارک. در این پارک پادشاهی خفته است. در این برنامه بلور بنفش برای اولین بار بعد از ده ها شاید هم نمیدونم صد ها سال میتونیم وارد این آرامگاه بشیم و مقبره‌ای رو ببینیم که متعلق به سرسلسله پادشاهان سامانی بوده که زمان خودشون به خودشون گفتن دولت بخارا، نخستین حکومت ملی ایران تاریخی بعد از اسلام، که به جای زبان عربی زبان فارسی رو دوباره زبان رسمی کشور کرد. و جالبه که با تمام فراز و نشیب‌های تاریخی، مردم شهر در کنار ترکی و ازبکی هنوز زبان فارسی با گویش تاجیکی صحبت میکنن. و با اینکه 100 سالی میشه که بخارا در خاک ازبکستان قرار گرفته، مردمش هنوز علاقه قلبی خاصی به هنرمندان تاجیک، افغان و ایرانی دارن، به خصوص اندی که تا جایی که ما میدونیم تنها خواننده ایرانی هستش که در بخارا کنسرت داره. سلام به بخارا. چقدر خوشحالم اینجا هستم. این چه آرومی بار ما میریم شهر قشنگ شما. زو روزه که تنها تو رو تو کوچه دیدم، به یاد چی شب ها فقط ستاره چیدم. هزار نامه و پیغام نوشتم تو بدونی، نوشتم تو بدونی تویی عزیز جونی. چه احساس قشنگ تو قلبم تو رو دارم. یادگار تاریخ پر رفت و آمد و رنگارنگ بخارا در محله هاش نمایان میشه. محله روس ها، محله یهودی ها و حتی محله ایرانی ها. این ایرانی ها از شهر مرو باستانی آمدند، مروی که امروز جزو خاک ترکمنستانه و زمانی مهد تمدن و ثروت بوده. صد و خورده سال قبل امیر بخارا تصمیم میگیره کشور گشایی کنه و شهر مرو رو با خاک یکسان میکنه و مردمش رو آواره. این مردم به دنبال لشکر امیر به بخارا میان و جمع خودشون رو اینجا تشکیل میدن با آداب و رسوم ویژه خودشون، آداب و رسوم ایرانی. در بخارا هنوز به این گروه از مردم میگن ایرانی ها. و ما در داخل یک هتل قدیمی در محله یهودی ها با یکی از این ایرانی ها قرار داشتیم که خودش هنرمند معروفیه. این یک میز صبحانه هتل های یا مهمانسراهای بخارا هستش، همیشه پر از همیشه. این اما جالبه، این آلوی بخاراست. می‌بینی؟ آلوی بخارا که توی لندن هم حتی این آلوی های کوچولو هست، بی‌مزه است، بی‌نهایت. ولی اینجا خوشمزه، ترش و شیرین، شیرینش هم بیشتر و توش هم زرد زرده. و شاید همین زردی و شاید یک روزی این رفته بوده ایران، گفتن بهش آلوی بخارا. خودشون اینجا بهش میگن آلوچه. تو کشورهای دیگه هم حتی هست، حتی گرجستان هم به اسم آلوی بخارا معروفه. این هم ربط داشت به این موضوع، چون در بخارا هستیم و این خوردنی معروفشه. و هم بی ربط به موضوع بعدیمون که دیدار با یک هنرمند که صدای موسیقیش رو میشنوید. در ضمن انقدر این شینه که دست من نوچ نوچ شد. و اینجا یک تالار قدیمی سخت بلندی هستش 300 ساله که ایشون قرار توش بخونه، ولی خودش رو ملاقات میکنیم در حیات خلوت این پشت. درود آقای نشان. خوب هستی؟ بله بابا. چه دست محکمی. این افتاد. دست شما درد نکنه، سر شما درد نکنه. آقا خوش آمدید. خوب هستی؟ در بخارا. بله. شما حسنات فیض شما زیاده کنم. سپاس. خوش آمدید. اومدید به شهر شما. بخارا پیشکش. 12 دروازه بخارا پیشکش داشت. خواهش می‌کنم حافظ پیشکش کرد دیگه. بس است ایشون. بله. یه چای کبود بخورین. چای کبود از همه بهتر است. بله. چرا؟ برای صفرابر است. بله بابا. بسیار عالی. تشکر. آقای نشان سپاس که شما اومدید پیش ما. یعنی ما اومدیم پیش شما.
شما از هنرمندان ایرانی اینجا هستید که برای من عجیبه. ایرانی هایی که در بخارا آمدین 2000 سال زیاد شده گی. که شما مال اون نسلین که از مرو اومده. بله انا از مرفامدگی اصلش از زمین خراسان. از خراسان هست. از خراسان. خراسان بزرگ که بزرگ بزرگ انا مشهد هم فامیلی ما حاضرم همته در مشهد میشنم. فارسی که در بخارا صحبت میشد و فارسی در مشهد کتی شبیه هم و در ضمن انگشتر ایشون از مشهد اومده. بله بله این از سن امام رضا امام رضای غریب از همون جامعه بعد از 65 سال گذشت ماها خیش تبارا که در اونجا هستن همینه یافتم من. آها چه جالب. یافتم در مشهد که بسیار خوب شد. خیلی. و شما کتابی هم نوشتید؟ بله بابا من الان دو نفر کتاب نوشتم. یک تش سرودی من شعری من است. آها آها. بله به ترکی آذری. هم ترکی هم فارسی. فارسی. اینم این دویم کتابم این برای ارکستر نامش زهرای هراتی. هرات ملیکه هرات، زهرای هرات گفته علیشر نوایی اکنون در ما علیشر نوایی میگن در ایران فانی تخلص دارن انگاز شاعر بزرگ هسته زهرای هراتی لبش قنده نباتی اناز آقای نشان باعث افتخار بله نشانتون هم خب دلیلی داشت که گفتید که مثلا که پدر شما وقتی شما 6 ماهه بودین تصادف میکنن فوت میکنن بله و مادر شما اسم شما میذارن نشانه نشانی نسیمی. نسیم چون اسم پدر شما نسیم بوده شما میشین نشانی از نسیم نشان از نسیم بله و دوست دارم برامو اجرا کن همین آهنگ زهرای هراتی بله که برگرفته از شعر شیرعلی نوایی هستش بله اینجا محله یهودیانه که از نوازندگان خوب شهر بود. بله بله. و حتی خوانندگانشون در ارکستراسیون تاجیکستان و جای دیگه هم خوندن. از یهودیان بخارا استاد یکی از استاد بزرگی من تحفه خان بودن. بله تحفه خان. هم ما کار کردن خدا رحمتشون کنه. تحفه خان تحفه خان. بفرمایید بریم اجرا کنیم قربان شما. بفرمایید شما. اصلا خواهش میکنم. قبلا دفتون هم گذاشتیم اونجا. جانشان این اتاق اولا ببینید چقدر زیباست ببینید تمام این گچپوریای همون سبک بخاراست خانه بله. شما ولی این گچپوریا رو داره یا نداره دیگه بله 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 این تالار پذیرایی خانه‌های قدیمی بخاراست بله سقف بلند دارن چوبی گچکاری‌های سفید که بهش میگن گنجکاری و بعد رنگ‌های خیلی زنده است و این بالا هم چون این خانه مال یک خانواده یهودی بوده به خط عبری نوشتن ما معمولا اینا شعر فارسی داریم خواهش من بفرمایید جناب نشان برای ما اجرا میفرمایند آهنگ زهرای هراتی از شعر شیرعلی نوایی بله. ساخته خودشون در این تالار در بخارا یار امان 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 گر خدا را دوست داری یک شب تنها بیا یک شب تنها بیا وای لب لب دریا بیا همچه آهوی ختن همچی آهوی خوتن از دامان صحرا بیا یار من لیلا بیا جان جان من دریا بیا یار من لیلا بیا ای دل من دریا بیا ای داد امان 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 جگره ریخت جگردم امان امان صدا کردم به قربان صدایت صدا کردم به قربان صدایت ببرم جامه ها تا پشت پایت ببرم جامه ها تا پشت پایت ببرم جامه ها از پرده دل ببرم جامه ها از پرده دل کینا محرم نبیند ساق پایت کینا محرم نبیند سال باید آی زهرای هراتی لبش خنده نباتی زهرای هراتی لبش خنده نباتی
خودش خنده نبودی، جانم خنده نبودی، دلم خنده نبودی، بلم خنده نبودی. صدا به فکر این جانانه من نیامد، این عزیز غم خونه من. صدا به فکر این جانانه من نیامد، این عزیز غم خونه من. نیامد تا که من غزل بخونم، نیامد تا که من غزل بخونم. تسلای دل دیوانه من، تسلای دل دیوانه من. وای زرای هراتی لبش خنده نبودی، زرای هراتی لبش خنده نبودی، خودش خنده نبودی، بالام خنده نبودی، دلم خنده نبودی، جانم خنده نبودی. سر راحت بریزم نرمه قند، زدم بالت دویدم تا سمرقند. سر راحت بریزم نرمه قند، زدم بالت دویدم تا سمرقند. زدم بالت دویدم باز نگشتم، زدم بالت دویدم باز نگشتم. کی نامحرم نبیند نامه قند، کی نامحرم نبیند نامه قند. آی سرای هراتی لبش خنده نبودی، سرای هراتی لبش خنده نبودی، خودش خنده نبودی، بلم خنده سپاس. من این عجل معلق اومدم بایزاز. بله بله. بسیار جالب بود. من نشنم تا حالا شعر از شیر نوایی. حتی میگن آهنگ نوایی نوایی رو برای ایشون خونده بودن. بله دیگه. و سبک مورگی. مورگی. که شاید از کلمه همون مرو میاد. مرو. این چشو سبک انگار آهسته بعد تون میشه به این شکله. اکنون خانیشش همین هست آقا جان. اصلا این سبکیه که میدونید به این شکل. بله بله. یعنی سرعتش به تدریج عوض میشه. اصلش هم سرعتی هم اوله هم تو بود. همیشه بوده. و شما از کی یاد گرفتید؟ از دهن ده دهن. این بله. خیلی اینا هم سینه سرودای سینه به سینه هست. این سرودایی که خلقی هست، از خلق آمده، از خلق رسته نشده. پس حالا قبل از اینکه موسیقی پاپ یا استرادا قورت بده ما رو، این بله. موسیقی رو بله. شما یه آهنگ دیگه بخونید که شاد باشه لطفاً برای ما بله. که بدونن این سبک مورگی چقدر جذابه. البته بله. آهنگ هست که چند زبانه است. بله بله. شیری شکر، شیر و شکر. هم ترکی هم فارسی. برای ما میخوانن. بله. آقای نشان نسیمی. بله. من از این پنجره سخته برم بیرون در برم وایسادم. تمام. یه کاری کردیم پشیمون. آه یالا 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 سمندر جوره جان دردین در بلدم قلندر یالا 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 سمندر جوره جان دردین در بلدم قلندر یا رب بحر دو عالم یالغسن سیور من یا رب هر دو عالم یالغسن سیور من گر تو به من نایی من از غمت اولر من گر تو به من نایی من از غمت اولر من یالو 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 سمندر جور جم دردین در بلدم قلندر یالو 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 سمندر جور جم دردین در بلدم قلندر هم تو روم با پیشد هیچ که من کرمسن هم تو روم با پیشد هیچ که من کرمسن از لب و از دهانت ای استگینا او پر من از لب و از دهانت ای استگینا او پر من یالو 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 یالو
so sie peit es rusch dann und fliegt in Lion Spray sind mir so nicht für jamen und selle bulomi galati 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 kol tagi jomi galati 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 no zitavoni galati 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 matala mutoni galati 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 no stavoni galati ای کبوتر نام را به جان و بی جانان ببر پیش از این گرمام می بردی حالا تو جان ببر تو فایه دیگر ندارم از برایت ای پری رنگ زر آه سر بیدگیری آنم ببر غلطی غلطی نازی توانش غلطی 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 دلتنی نامش غلطی 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 دایر زدناش غلطی 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 من ندودن دشیمو من ندودن دشیمو زور ندیدم از شیمو من ندودن دشیمو زور نکردم از شیمو میگاریم از تتون کنید دلی ما رو شد کنید میگاریم از تتون کنید دلی ما رو شد کنید ای غلطی غلطی گریده که نامش غلطی 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 نازی ای توبش غلطی 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 خلده گی جامی غلطی بالاخره باره این چرخ و فلک اومدیم و چه غروبی دیدیم. به آفتاب غروب میتابد بر آرامگاه اسماعیل سامانی ساختمان هزار ساله. اسماعیل سامانی جزو خانواده ای از حاکمان منطقه در صدر اسلام بودند. در اصل نمایندگان محلی خلفای عباسی بودند که بهشون نارو میزنن، بیرونشون میکنن و حکومت رو به دست میگیرن. سامانیان خودشون رو نوادگان بهرام چوبین پادشاه ساسانی میدونستن، در حالی که تاریخدانان اونها رو به اشکانیان نسبت میدن. به این خاطر سامانیان بودند که افتخارات ملی و فرهنگی ایران پیش از اسلام رو برگردوندن و زبان فارسی رو دوباره زبان رسمی حکومت کردن. این پارک سرسبزی که میبینید با هوای پاک و آسمان آبی و یک هلال ماهی هم در آسمانش است و شهر بازی هم داره، اینجا روزی قبرستانی بوده است بسیار بزرگ که روزهای شوروی اون رو به این پارک تبدیل کردن، همش رو خراب کردن و از اون قبرستان فقط این آرامگاه باقی مانده، آرامگاه شاه اسماعیل سامانی، سردودمان سامانی. این ساختمان بسیار ساختمان با ارزشی هستش، شباهت بسیار زیادی داره به آتشکده های دوره ساسانی که چهار طرفش هم باز بوده، این آجرها رو بعدن گذاشتن. شکل ساختمان حتی مثل آتشکده ها در گوشه هاش نیمتاق هایی هست که این مربع رو، این چهار گوش رو تبدیل میکنه به هشت گوش و بعد به شانزده گوش و بعد به یک گنبد دایره شکل. این روشی بوده که توی آتشکده ها هم استفاده میکرد. این اولین ساختمانی هست که با آجر ساخته شده، آجرهای پخته در بخارا حداقل. قبل از اون با خشت درست میکردن ساختمانها رو و یکی از زیبایی های این ساختمان آغاز نوعی از هنره که آجر نه تنها برای استکام بلکه برای زیبایی هم استفاده میکردن، روش چیدن آجرها. و فرضیه دیگه هم این که این ساختمان شبیه استوپ‌های بودایان، یعنی بناهایی که توش تمرکز می‌کردن مثل پرستشگاه‌های بودایان، چرا که سامانیان مردم این قسمت هم زرتشتی بودن هم بودایی پیش از اینکه مسلمان بشن، ولی بدون شک سامانیان مسلمان بودن، شک دیگه در اون نیست. سامانیان بسیار مهم بودن، اولا دولت بخارا رو تشکیل دادن، یک سری امیرهای مختلفی بودن در شهرهای مختلف که شاه اسماعیل بهشون حاکم میشه، همه رو یک دست میکنه و خلفای عباسی رو پس میرونه. این آرام
بارگاه رو شاه اسماعیل سامانی برای پدرش ساخت، احمد، که بالای در هم یک کتیبه هست روی چوب که دیگه از بین رفته، فرزند او بود. ولی در اینجا 4 قبر بوده، پدرش، خودش، فرزندش و نوش. و این هم یک نماد سمبولیکه که اخیراً ساختن. لزوماً اینجا قبر نباشه، بوده یک دونه و هم یک نمونه از اون قبر هست با آجر چین. اما چند نکته در مورد سامانیان و شاه اسماعیل. شاه اسماعیل علاقه بسیار زیادی به زبان فارسی داشته، تا اون حد که قرآن رو در زمانش و به دستورش به فارسی ترجمه میکنن. رودکی شاعر بزرگ فارسی زبان هم در زمان شاه اسماعیل بوده و شعرهای زیادی برای او سروده. و روش‌های دولت ساسانیان رو هم سامانیان به کار گرفتن در شهرداری و حکومتشون. و در زمان سامانیان بود که شاهنامه ارزش پیدا کرد و اساطیر ایرانی بین مردم زبان به زبان گشت. ظرف‌های بسیار زیبایی از اون دوره مونده که یه مقدار خلاف شرع بوده، چرا که نقش صورت و حیوانات روی ظرف ها هستش که در اون زمان اصولا در تمام حکومت اسلامی حرام بوده. فقط بگم که سامانیان از بلخ بودن، ولی بخارا رو پایتخت خودشون قرار دادن و شاید باعث رونق بخارا در سالهای بعدی شدن تا به امروز. و تاجیک ها هم شاه اسماعیل رو بنیانگذار تاجیکستان میدونن و مجسمه بسیار زیبایی هم در شهر دوشنبه پایتختشون دارن و حتی پولشون هم نامش سامانیه. نام سامانیه بسیار در تاجیکستان میخوانیم و میشنویم و میبینیم. یرسم قنچه قارک یزدم اویلب رشکمزن کلترسز اتیلب درون بنایی هستیم که دورنماش چند ثانیه پیش دیدید که به این شکل و یک آجرچینی هم جلوش هست. این یادبود یکی از شخصیت‌های مهم اسلام هستش، امام البخاری بهش میگن، کسی که معتبرترین حدیث‌های اسلامی رو جمع‌آوری کرد و بهش خیلی اطمینان می‌کنه. امام بخاری در بخارا به دنیا آمده و در سمرقند درگذشته، آرامگاهش اونجاست و یادبودش اینجا که ساختن شیشه‌های زیبایی داره و این هم شب‌ها روشن میشه. ما خیلی زود اومدی که چراغش همیشه روشن باشه، نور دلش همیشه روشن باشه. ولی ما آمدیم اینجا در این پارک که نگاه کنیم به پشت این بنا یا روبروی این بنا، میخوایم لبی تر کنیم. میگن چشمه‌ای هست که معجزه میکنه، آب شفا میده، بیماری‌ها رو درمان میکنه. چشمه‌ای هست باستانی که داستان‌ها دارد. چشمه ایوب مقبرسی، قرن 12 تا 16 میلادی ساخته شده. تاقی ساخته. من روی ساختمانی دارم قدم میزنم که زیر پام 800 سالشه و بالای سرم 640 سال. یک ساختمان قدیمی بوده که امیر تیمور گورکانی وقتی بهش میرسه این گنبد بار رو روش میزنه و ساختمان کاملتری میکنه با گنبدی قندیلی، چون علاقه زیادی داشته به شخصیت‌های بزرگ مذهبی. و دستور ساخت این بنا هم در اون نوشته است، حتی تاریخش که به 640 خورده سال قبل میرسه ذکر کردن. و جالبه، برش‌هایی که لای حروف میبینیم شبیه حرکت آب هستش. داستان این چشمه معجزه و این ساختمان نوشته شده. گویا مردم در بخارا دچار قحطی میشن و کم آبی و همه دعا میکنن که اتفاقی بیفته که آب به این زمینهای خوش برگرده. و گویا همزمان ایوب به اینجا میرسه، صداشونو میشنوه، حرفشونو میشنوه و عصایی به زمین میزنه. و بعد از اینکه عصا به زمین میزنه، چشمه‌ای
از زمین میجوشه و همین چشمه است که امروز هم هنوز وجود داره. و ایوب همون کسیه که ما اسمش صبر ایوب، یکی از نبیان خداوند بوده که صبر زیادی داشته. انگار خدا بهش قهر میکنه و اونو آزمایش میکنه ببین چقدر طول میکشه تا اینکه به کفر رو بیاره، ولی هیچ وقت از خدا روی نمیگردانه و امروز به اون ایمانش باقی میمونه. ایوب از اون معدود پیامبرانی است که در چندین کشور چندین جا قبرش هست، برای این نمیدونیم واقعا چه کسی اینجا دفن شده، ایوب هست یا یک شخصیت مذهبی قدیمتر واقعا خدا داند. اما یک چیز رو تقریبا میتونیم مطمئن باشیم و اون این است که در آیین زرتشتی معجزه چشمه آب بسیار اتفاق میفته. حتی غیر از این چشمه، چشمه‌های دیگه چند صد کیلومتری اینجا هست که باز به ایوب رفت پیدا میکنه. در هندوستان هم زمانی که پارسیان از ایران فرار میکنن، چون که مسلمانان دنبالشون بودن که اونا رو کشتار کنن، همچون که فرار میکنن هر وقت که تشنه میشدن، داستان افسانه است که از زمین آبی بیرون میومد و اینا رو سیراب میکرد. و الان چندین و چند چشمه آب در هندوستان است که مال زرتشتیانه و میرن اونجا دعا میکنن. ما هم از این چشمه بنوشیم و به این پیاله اطمینان کنیم. صدای خوشی دارد. این تمام آبای بخارا مزه داره، این مزه گرفته ای داره، نمیتونم چطوریه، ولی خب خنک هم هست. این چاهی میاد که این پایینه، درش وا کنی. اوه خیلی جالب، آجرچین شده تا اون ته یه خورم میره تو و این لوله از سوش میاد میره پشت این سه تا شیر آب. خیلی جالب. و اما میگن در این اتاق ایوب آرامیده. با سپاس از مدیریت چشمه ایوب که بذاشتم ما بیاییم این تو. من روی این دست میزنم، اینم که از آجرچین ساخته شده، فکر کنم مرمری چیزی باشه، من مخملی هست روش، ممکنه قبر ایوب نبی باشه و یا یک شخصیت مذهبی پیش از اسلام حتی، چون این علامت که تیرکی است با دم اسب یا موی اسب مربوط میشه به اقوام اسب تاز صحرانشین بین چین تا همین نزدیکی اینجا که ترک ها در اسب بودند. در دوره ساسانیان در راه ابریشم بسیار از این اقوام به این شهرها می اومدن، بنابراین حدس می زنن که این قبر ربط داره به پیش از اسلام، به اون دوران ساسانیان، چرا که چنین تیری بالاش هست. حتی بعد گنبد و بالاش زدن، گنبد بارو رو، و الان به یک دست هم بالاش گذاشتن. در دوره ساسانی حرکات دست بی نهایت مهم بود و در سنگ ها میتونیم ببینید، در نقش های برجسته روی آویزه هایی که به گردن میبستن برای نیت خوب، حرکت این هست، حرکت مشت هست، حرکت باز هست که همون دروده، و حتی این حرکت هم هست. و به این دست باز هم باز میتونه نه تنها اسلامی بلکه یک یادگاری از اون دوران باشه. این آب‌های خوردنی شهر و ولایت بخارا است. آب‌های زیرزمینی داره، مثل چشمه‌ای که اینجا ما ازش نوشیدیم. اینجا اون رود معروف آموز که میگن آمودریا، که ما میگیم حکومت فرارودان آمودریا. رودکی چکامه‌ای سروده برای امیر آن زمان سامانی، زمان خودش بوده که گویا زمان ییلاق میرفته به خراسان، به منطقه، به شهرهای خراسان که اون زمان یکی از اون شهرها هرات بوده، و گویا رفته بوده اونجا و نمیخواسته برگرده، در حالی که قشونش میخواسته این کار رو بکنه، زودتر برگرده به بخارا، و از رودکی میخوان که شعری برای او بسراید. رودکی میفرماید بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی.